از روز چهارشنبه کسانی که میخواهند در بانک ها حساب باز کنند یا از بانک وام بگیرند با نرخ های جدیدی برای سود سپرده و تسهیلات روبرو خواهند شد بانک مرکزی ایران امروز این ارقام را بالاخره رسما به بانک ها اعلام کرد سود سپرده با دو درصد کاهش به 20 درصد رسیده سود وام های مشارکتی که معمولا برای تحصیلات بلند مدت استفاده می شود 24 درصد شده یعنی 4 درصد کاهش یافته و سود وام های و لیزینگ هم با 1 درصد کاهش به 21 درصد رسیده علت اصلی کاهش نرخ سود کاهش شدید نرخ تورم است. نرخ تورم ماهانه حدود 15.5 درصد است و به این ترتیب سود سپرده همچنان تقریبا 5 درصد بیشتر از تورم است. هدف این است که سپرده گذاران با کاهش نرخ سود سرمایه های خود را از بانک ها بیرون کشیده و مثلا در بورس سرمایه گذاری کنند. ولی رئیس سازمان بورس می گوید کاهش کنونی برای تشویق سرمایه گذاری در بورس کافی نیست. محمد فتانت به خبرگزاری فارس گفته نرخ سود 20 درصدی نسبت به کاهش تورم ناچیز است و انتظار فعالان بازار این است که به صورت زربل اجلی از سوی مسئولان این نرخ باز هم کاهش یابد. با کاهش نرخ وام هم فرض بر این است که واحدهای تولیدی حالا برای توسعه کارشان می توانند تسهیلات ارزانتری دریافت کنند. البته فرض بر این است چون در سالهای گذشته تسهیلات بانکی به جای تولید به های سوداگرانه رسیده. منابع بانک‌های دولتی برای ارائه وام محدود است و همین تسهیلات هم به افراد خاصی اختصاص یافته که بسیاریشان از بازپرداخت آنها عاجز ماندند. برای همین هم رقم وام های معوقه به هزاران میلیارد تومان می رسد. از طرف دیگر به خاطر محدودیت بانک ها، مؤسسات مالی دیگر، بعضی حتی بدون مجوز، وام هایی با بهره بالاتر از ارقام ابلاغی می دهند. بعضی کارشناسان هم از اساس تعیین نرخ سود توسط دولت را قبول ندارند و میگویند باید اجازه داد نرخ سود و بهره را بازار عرضه و تقاضا مشخص کند حالا سوال این است آیا با این ارقام اصولا سپرده گذاران ترغیب خواهند شد پول خود را به جایی غیر از بانک ببرند و به کجا کدام بازار است که الان هم سود بیشتری از بانک بدهد و هم کم ریسک باشد امیر پایور بی بی سی